خب در پی آنچه قیام تشنگان نام گرفت و از 23 تیر ماه از شهرهای خوزستان شروع شد، اعتراضهای خیابونی مردم تا همین لحظه هنوز به طور کامل فروکش نکرده و هر روز به دلیل و انگیزه تو چند شهر تجمع و تظاهرات میبینیم. تجمع سپرده‌گذارا، بازنشسته ها، مال باخته های بورس، پزشکا، پرستارا و هر بهانه کافی است تا شعارها سیاسی بشه. نهم مرداد با پیروزی پرسپولیس در قهرمانی لیگ برتر، مردم در بیش از 18 شهر از 12 استان به خیابان آمدن و شعارهای ضد حکومتی سر دادن. همون شب تجمع مردم در محوطه تئاتر شهر تهران که خبرش اینقدر پخش شد پیچید که حتما شنیدین دیگه، این حرکت ها همه بعد از فروکش یک حرکت همزمان و سراسری در چند شهر و استان به طور پراکنده و به اصطلاح موقتی است، ایزایی است. تنها حرکت هایی که در این حدود دو ماه گذشته، حالا به قبلش هم میپردازیم، ولی همین دو ماه گذشته تداوم داشته بی‌گسست، حرکت کارگرای هفت‌تپه و کارگرای پروژه نفت بوده که حالا بهش خواهم پرداخت. یک گزارش ببینین از همکارانم در رادیو فردا درباره چگونگی روند اعتراضات سراسری در 20 سال 78 تا 98. مبنا در این گزارش که می‌بینین برآمد جنبش دانشجویی در سال 78 و سرکوب خونین اون جنبش و خوابگاه دانشجویی و صحن دانشگاه و اینها تا جنبش میلیونی که سال 88 با رأی منکو راه افتاد و بعد ادامهش تو 10 سال بعد با فاصله های زمانی هرچی پیش آمده کمتر و هدفگیری کل نظام حاکم ادامه پیدا کرد. در واقع ببینین این گزارش که چطور فاصله زمانی اعتراض های خیابونی مدام کاهش پیدا میکنه و هم خشم مردم و محتوای شعارها مستقیم تر به سمت هدف معین میره. خیلی آموزنده است. ببینیم. اگر عکس من رو هم آتش زدن پاره کردن، باید سکوت کنیم. جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم. این موتور کی آقا؟ آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع بکنیم. خب شطور در خواب بیند پنبه دانه. آثار استعفاف و کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی و برچیده شدن سیطره ولایت مطلقه فقیه و همه عوامل حکومت اسلامی از کشورم هستم. یه جوونی بوده آمده یه دادی کشیده، یه شعاری داده، حال داده دیگه، حالا دیگه این نباید ما سخت. منم پسر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم، مادر را پدر را. Thank you.
من جان دلم نمیخواد که فیلمم تو جشنواره پرسنش میداره بشه به دلیل تسلیتی که به این همه آدم دارم، معلومی که مسافر بودم. در این داستان نمیتونه فقط یک فرد مقصر باشه. خب این شعارهای آخری که شنیدین و ویدیوشو دیدین، دو ماه بعد از کشتن 1500 نفر طبق آماری که مجامع بین المللی عفو بین الملل و اینها اعلام کردن، از بچه های مردم در اعتراض های خیابونی آبان 98 بود. یعنی بعد از، چون دو ماه بعد از اون کشتار سرنگونی هواپیمای مسافر برای اوکراین به دست جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد و کشته شدن 176 نفر و اون شعارهای اخیر آخری مربوط به این بود. باری فاصله دو اعتراض خیابونی از 1978 تا 88 که در این گزارش از اول دیدین به دو ماه کاهش پیدا میکنه. انگیزه قوی برای تجمع وجود داره، سرنگون شدن هواپیمای مسافربری و دروغ‌های مکرر مسئولان این جنایت. یعنی التهاب زیر پوست شهرها کم نمیشه. تا تیر ماه 99، یعنی 6 ماه بعد، مشهد و بهبهان شلوغ میشه و شیراز و چند شهر دیگه. اونتا این بار فوری و گسترده سرکوب میکنن و اینترنت شهرهای درگیر رو قطع میکنن. از تیر 99 که دیدین دو نمونه از تظاهرات تا تیر 1400 در این یک سال، به مدت یک سال، تظاهرات و تجمع پراکنده لایه‌های گوناگون جامعه بوده، مثل عرض کردم مالباختگان بورس، بازنشسته‌ها، پرستاران. یک حرکت تداوم آشکارتری داشته، اعتراض‌های کارگری بیش از همه در کشت و صنعت هفت‌تپه و امسال هم کارگرای نفت و پتروشیمی. یکی دو نمونه فقط میارم و بعد ادامه میدیم. 23 روز اعتصاب عمومی و تجمع اعتراضی کارگران هفت‌تپه، تجمع مقابل فرمانداری و سپس راهپیمایی اعتراضی در خیابان‌های شوش، چهارشنبه 13 مرداد. خب این تجمع و تظاهرات تو شهر شوش دیروز پنجشنبه هم ادامه پیدا کرد. خواست کارگرای هفت‌تپه، آنچه که اعلام میکنن، پرداخت حقوق معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، واکسیناسیون کارگرها در برابر کرونا و تعیین تکلیف وضعیت شرکت بعد از اعلام لغو واگذاری به اسد بیگی است. اعتصاب کارگرای پروژه نفت و پتروشیمی که از 1 تیر ماه امسال شروع شد، تو بخش‌های از هر دو استان چهارمحال بختیاری و استان خوزستان همچنان ادامه داره. ادامه حرکت در شرایطی که جمهوری اسلامی حکومت هیچ گونه تشکلی رو ممکن نمیذاره و سرکوب میکنه، یک شکل ممکنی از تشکل به کارگرها داده، مجمع عمومی تشکیل میدن، یک تلفیق آزادی از گرد همایی و تشکل، هر کی بخواد میتونه باشه و علنی هم است. تو همین مجامع عمومی هم با حضور همه کارگرها تصمیم گرفته میشه که اصلا چجوری خود حرکت ادامه پیدا کنه. دستندرکاران پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و مدیران میانی نیز از تخصص و سختی شرایط کار ما اطلاع کامل دارند. عده‌ای از پیمانکاران و شرکت‌ها به مدیران بالادستی چنین القا کردند که ما همه سال را کار می‌کنیم، در صورتی که با سابقه‌های طولانی در شغل‌های تخصصی و اساس در سال چندین ماه بیکاری را تحمل می‌کنیم و با پرداختی‌هایی با تأخیر چند ماهه شرایط بسیار سخت و نابرابر را برای ما و خانواده‌های ما رقم می‌زند. دوستان و همکاران گرامی، تا آنجا
که شرافت و مردانگی حکم می کند پیمان بسته ای تا احیای حق و حقوق خود استوار خواهی می ستاد. خب این یکی از مجامع عمومی کارگرای پروژه‌ای بود در استان چهارمحال و بختیاری. خب جمع‌بندی به گزارش‌های سال 88 تا حالا که نگاه می‌کنیم، همینطور که مدت‌هاست بینندگان برنامه برامون می‌نویسن، همین موضوع رو که عرض می‌کنم که تجربه مهم عملی حاصل از 88 به این طرف این است که بدون تشکیلات و رهبری منطبق بر خواست اکثریت مردم، نه هر رهبری که البته خود رهبری نه، خواست اکثریت مردم، اعتراض ها طبیعتاً وقتی تشکیلات و رهبری نباشه در نیمه راه میماند. تو 30 سال گذشته سال 88 تنها اعتراضات سراسری سیاسی با رهبری واحد بوده. رهبران شناخته شده بودند و با مردم مستقیم حرف می‌زدند و چون از جنس حکومت بودند امکانش داشتند که با حکومت هم مستقیم و علنی حرف بزنند و مطالباتشون رو مطرح کنند. و البته چون از جنس حکومت بودند جنبش 88 نیمه کار مون دیگه. منظورم این است که از سال 88 و 89 به این سو آیا مسیری که به سمت تغییر وضع موجود می‌رود می تواند رهبران این مسیر رو در خودش مخفی نگه داره؟ یا اصلا این حرکت رو رهبری نداره؟ کوره همینجوری. چون وقتی به جنبش کارگری نگاه میکنیم اینو نمیگیم. اینا سوال من دارم تعریف میکنم و تا بعد بریم خدمت مهمان محترم برنامه. چرا حرکت های کارگری معمولا رهبراشون علنی هن و خواسته و برنامه هاشون مشخصه؟ چون پای رهبر اعتراضات کارگری باید رو زمین باشه، در موقعیت کارخونه یا کارگاهی و شرایط مشابه، خلاصه باید باشه تا بتونه تشکیلات به وجود بیاد و به هر شکلی از تشکیلات و انرژی و مشروعیتش اون رهبرای کارگری از کارگرای همون کارخونه میگیرن. حرکت کارگری هفت تپه تو این 5 سال گذشته، کارگرای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه در دهه 80 دو نمونه روشنن از این. خب ما از این دو حرکت مهمتر نداشتیم در 20 سال گذشته. هر دو به کارگرای مؤسسه یا واحد یا کارخونه دایری تکیه داشتن و دارن و به هم... یعنی جنبش کارگرای بیکار برای مثال نبوده که خودش بحث مستقلی است و به همین دلیل است که می توانن تشکیلات داشته باشن و رهبری داشته باشن و هدف واحد مشخص داشته باشن. این تو اعتراضات خیابونی خب موجود نیست. چی جوری این اعتراضات گاهگاهی که فاصله زمانیشون کمتر و کمتر می شود یک پارچه و با برنامه و هدفمند میشن؟ از رأی من کو ناگهان به مرگ بر جمهوری اسلامی تبدیل شدن نشان بی برنامگی و فقط بروز خشم و احساساتی شدن مردم نیست؟ سوال دیگه در خدمت آقای محسن سازگارا هستیم. آقای سازگارا در دولت محمد علی رجایی معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور بودند و در سال 60 و بعد در دولت میرحسین موسوی معاون وزارت صنایع بودند. سال 63 از کارهای دولتی کلن کناره گرفتند. در دهه 70 روزنامه جامعه رو تأسیس کردند، در واقع اولین روزنامه سراسری حرفه‌ای اصلاح طلبان که توقیف شد. و در دهه 80 آقای سازگارا به اتهام اقدام علیه امنیت کشور افتادن زندان، تا 7 سال محکومیت که براشون بریده بودن و بکشن که با حساب قضای طولانی یک بار 56 روز اگه اشتباه نکنم و یک بار 23 روز سرانجام آزاد شدن برای مداوا و سال هاست که میدونید در خارج از ایرانن و البته سال هاست اصلاح طلب نیستند، برای تغییر ریشه‌ای وضع موجود فعالیت میکنن. خوش آمدید آقای سازگارا به امشب صفحه آخر. من حرفا رو زدم و سوالارم کردم. ببینین حرکت لایه‌های معین اجتماعی مثل بازنشسته‌ها فرضاً، بزنین از اینجا شروع کنیم که مقدار در واقع منطقی پیش بریم، بتونم سریعتر جمع بندی کنم. مثل بازنشسته‌ها فرضاً یا پزشکان، اینا آیا صنفیست با توجه به اینکه مطالباتشون صنفیه؟ یعنی اگر خواستشون داده بشود بر میگردن، دست از اعتراض بر میدارن و اون لایه در واقع مطالباتش که داده بشه حتی بخشش مبارزاتش هم فروکش میکنه؟ خواهش میکنم. ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما آقای فلاحاتی، خدمت همه بینندگان عزیز، یک تصحیح کوچیک در
مقدمه‌ای که از من فرمودید بکنم. من سمت هم در دولت رجایی معاون سیاسی اجتماعی یه وزیر مشاور در امور اجرایی بود و کارم هم با خود آقای رجایی از نزدیک کار میکردم، در نخست وزیری بودم نه در وزارت کشور. اما بیام سراغ سوالات مهمی که به نظر من بنیادی شما مطرح کرد. اولا ببینید این اتفاقی که از جنبش اصلاحات، که تصور در جنبش اصلاحات این بود که رژیم رو میشه اصلاحش کرد، میشه با رشد جامعه مدنی و طی مسیر دموکراتیزیشن جامعه ساختارهای در اون جامعه رو توسعه داد، بعد این وقتی بزرگ بشه پوسته قانون اساسی رو میشکنه، در واقع نظام رو منتقل میکنه به دموکراسی. خب این پروژه شکست خورد، به قول دکتر بشیریه خیلی زود به دیوارهای تنگ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی برخورد کرد. آقای خامنه‌ای هم عزمش جزم بود که شکستش بده، آقای خاتمی هم از نظر من اون مرد این میگون خلاصه نبود و ده ها عامل دیگه. البته آثار جنبش اصلاحات موند، یعنی اتفاقی که در مطبوعات افتاد، در تشکیل نهادهای مدنی افتاد که شاید بیش از همه اون نهادهای مدنی به در جنبش سبز خورد و حرکت کرد. ولی اتفاقی که به تدریج افتاد این است که آروم آروم مردم به این نتیجه رسیدند که غیر از حالا فعالین سیاسی که ممکنه به مثل بنده از سال دوم دور اول آقای خاتمی به این نتیجه رسیدن، ولی مهمتر مردمن که حرکت کردن و به این نتیجه رسیدن که دیگه این نظام قابل اصلاح نیست. و به همین دلیل ما در 28 خرداد 1400، یعنی این به اصطلاح انتخابات آخری نظام جمهوری اسلامی، بازنده بزرگ سیاسی در عرصه سیاسی جناح موسوم به اصلاح طلب بود. همه شون هم اومدن میدون، البته الا آقای مهندس موسوی که نشون داد خیلی خوب میتونه کنار مردم بیسته ولو 10 سال 11 سال در حصر بوده. حتی آقای کروبی اشتباه فاحش کرد و همه شون اومدن که آقای مردم مثلا بیاین رای بدین به آقای همتی و اون وقت دیدیم که نتیجهش فاجعه‌شون براشون. در واقع این برایند سیاسی یک چیز مهمی رو نشون میده و اون این است که گروه های مختلف مردم در یه فرایندی قرار گرفتن که از حاشیه رفتن در سیاست، اینکه کاری نیستن، اولا فهمیدن که همه اینا بازیه. به همین دلیل هم صاف نقطه قانونی قدرت رو که همه کار است، یعنی ولایت فقیه مفهومند هم استاغن، هم مفهوم و نظامش رو هم شخص خامنه ای رو هدف گرفتن و به هیچ وجه هم از رو اون تکون نمیخورن، یعنی هر خواسته دیگه هم دارن یک سرش به این نیست که مرگ بر خامنه جزء لاینفک شده. این کاملا یک گزار رو در اجتماع نشون میده که گروه های اجتماعی که به حاشیه رفتن در سیاست با هم دارن وارد عرصه سیاست. و یه اتفاق مای فلاحتی افتاده، اتفاقا من دقت میکردم به بخش اول برنامه شما راجب کرونا که خب فاجعه شده در ایران، یعنی نظامی که یه مسئله یک معادله یه مچولی رو نمیتونه حل کنه، یعنی همه دنیا همه متخصص از روز اول گفتن آقا این باید واکسنش ساخته شه تزریق بشه، 60-70% مردم اگر واکسینه بشن این پاندمی این شیوع میخوابه، همه هم رفتن دنباله. خب ببینید سر همین ماجرا چه کسافتکاری را انداختن، 6 تا 7 تا 10 تا 12 تا حالا واکسن میگن میسازیم و شبکه فسادی که حکومت رو گرفته از زیر دماغ خود آقای خامنه ای شروع میشه تا اقصا نقاطش، چون ایشون اومد نشست که واکسن آمریکایی و انگلیسی نیارین، برای اینکه اون شبکه فساد برکت که زیر نظرشه میخواست پول کلونی بگیره و هنوز هم ببینید چه فاجعه. و این وضعیت که الان در کشور حالا، یعنی نظامی که مشکلات یه معادله یه مجهولی رو نمیتونه حل کنه، چه برسه مشکلاتی که چندین معادله چند مجهوله، مثل مشکل آب کشور دست کم 4 تا 5 تا کار سراسری و بزرگ باید بشه، مشکل تورم 9 تا 10 تا کار رو اقتصاددان ها میگن با هم باید انجام شه،
مشکل بیکاری، گرانی، رکود اقتصادی و خود فساد. خود پدیده فساد یک موضوع گسترده و پیچیده است. بنابراین به درستی مردم فهمیدن که نظام قادر به حل مشکلاتشون دیگه نیست، دیگه نمیتونه مشکلشون حل کنه. در واقع اگر بخوام به زبون ساده بگم، ما رسیدیم به یه مرحله‌ای در کشورمون که عامه مردم، اکثریت مطلق مردم، برابر آمار درون حکومت دن که عدد بازی کردن اعلام کردن، اطلاعی که من دارم بالای 82% مردم در 28 خرداد 1400 رای ندادند، پشت کردن به نظام، و عامه مردم دیگه نمیخوان حکومت رو، دیگه نمیخوانش، یعنی هرچی هم میگه دیگه میدونن هم انجام نمیشه، و بالایی ها یعنی حکومتی هم دیگه نمیتونن هیچ مشکل رو حل کنن. این برابر تعریف اگر منجر بشه به تغییر طبقه حاکمه، خیلی ساده از نظر من، خیلی جامعه شناسا این تعریف رو قبول دارن، اسمش انقلابه. ما یعنی وارد یه فازی شده کشورمون، دیگه بچه‌ای داره به دنیا میاد. حالا همه هنر بعد این باشه این بچه با حداقل خونریزی، با حداکثر سلامت به دنیا بیاد، مادرش هم سر زانره، مادر میهن صدمه نخوره. حالا ببینید، بیایم حالا ببینیم راهکاری که مردم انتخاب کرد. آی سازگار معذرت میخوام، ببینید تا اینجا رو یه جنبندی کوچیکی بکنیم. آنچه که فرمودین درباره این که خب مردم اکثریتشون نمیخوان و فرمودین که حکومت هم نمیتواند، در واقع این دو شرط اساسی هر دگرگونی بنیادین سیاسی اجتماعی در هر کشوری، ولی همچنان میتواند حکومت. آقای سازگار عزیز، از این نظر عرض میکنم، درسته که در آغاز مشاهده این غلیان انقلابی در ایران همه هستن، یعنی مردم نمیخوان، ولی اولا همه مردم نمیریزن تو خیابون و مطالباتشون رو صریح مطرح نمیکنن، و دوم اینکه حکومت هم همچنان از طریق ابزار سرکوب هنوز میتونه، چون اینا هستن. سوال مشخص من، میخواستم از همینجا بریم به مرحله بعد، که سوال مشخص من این است که در خلاصه مطلب، اگر که اعتراضات خیابونی اگر حتی همینجوری پیش بره و سراسری بشه، آیا خودش کافی است برای اینکه تغییر ریشه‌ای به وجود بیاره در کشور؟ یعنی حکومت رو باید پس بزنه، حکومت ناتوان رو کنار بزنه؟ آیا چنین چیزی ممکنه؟ یعنی تظاهرات سراسری آیا کافی است برای سرنگون کردن یک حکومت با تجربه های جهانی که دیدیم و در ایران هم همینطور خوب داریم میبینیم دیگه؟ نه اصلا. من قاطعیت عرض میکنم هیچ جنبش مقاومت مدنی تنها با اعتراضات، با حالا خیابانی یا انواع دیگر اعتراضات، به پیروزی نرسیده. در ایران خودمون مثال هایی داریم، جنبش سبز حالا ضعف رهبری داشت، به درستی شما انگوش گذاشتید، ولی فقط یه تاکتیک رو تمرین میکرد، اونم اعتراض خیابونی بود. به همین اخیرن شما به ونزوئلا نگاه کنید، آقای خوان گایدو و دوستانشون تو سطح اعتراضات خیابانی ماندن، یا در بلاروس دیگه آخرین مثال. نه، تنها با اعتراضات خیابانی ولو به سطح میلیونی ارتقا پیدا کنه، نظام ها سرنگون نمیشن. سه تا ستون داره مقاومت مدنی، این سه تا ستون باید با همدیگه حرکت کنه. اعتراضات که از چشم پرپرنترین و مهمتریناش اعتراض خیابانیه، ولی روش های دیگه هم داره، مثل تظاهرات برق‌آسا، مثل بلندگو پخش کردن، ده ها روش، شمع روشن کردن، پشت به نماز جمعه نشستن در تجمع مثلا نماز جمعه با اون شعار درخشان کشاورزای اصفهانی، پشت به دشمن رو به میهن و امثال هم روش های گوناگون داریم. بسته به اقتضا این روش ها رو فعالین به کار میگرد. ستون دوم که به اندازه ستون اول اهمیت داره، ستون های عدم همکاریه و که معروف ترینش اعتصابات. یعنی با این ستون دومه که حکومت فلج میشه،
حکومت ناپذیر میشن مردم. این ستون دومی باز روش های گوناگون داره، مثل بایکوت کردن، بایکوت که مردم در انتخابات کردن همین اخیر، نافرمانی های مدنی، نافرمانی مدنی که مردم مثلا در ماهواره انجام دادن، موفق هم شدن، حکومت عقب نشست، یا زنها 40 سال در تحمیل حجاب اجباری و ایستادن جلوی حکومت و انواع نافرمانی. اخیراً گزارش هایی از بیش از 100 و چند شهر در اون حکومت هست که مردم قبض برق و انرژی و گاز و اینها رو نمیدن و ماموری هم که میره بهش میگن بذار برو، مامورم میذاری میره چون نمیخواد درگیر شه با مردم. این ستون دوم باز روش های مختلف داره، ولی اعتصاباتی که نهایتاً حکومت رو فلج میکنه، اونم اعتصابات دست کم در دو بخش هست که وقت همگانی بشه تمام مملکت ازش متاثر میشه، بخش انرژی مثل نفت، گاز، برق، بخش حمل و نقل. این دو جا همه رو متاثر میکنه. البته همین الان که صحبت میکنیم از 84 هزار واحد صنعتی کشور به طور متوسط روزانه، به طور متوسط ما 1000 نقطه، 1000 کارگاه، کارخونه، کارگری داریم که اعتصاب هست، برای اینکه چرخشون نمیچرخه، گرفتارن یا خواسته های بزرگ دارن. ستون سوم که به اندازه هر همین دو ستون اهمیت داره، ریزش از حکومته، ریزش ستون های نگهدارنده حکومته، چون هر حکومتی روی یک ستون های نگهدارنده ایستاده، مثل ستون اداری، مالی، تبلیغاتی، فرهنگی، دینی مثلا در مورد حکومت ایران، و ستون امنیتی و سرکوبش. جمهوری اسلامی در مقطعی که داریم صحبت میکنیم از نظر من ستون های نگهدارندش مدت هاست در اقیانوس مردم حل شده، یعنی دیگه باوری بهش ستوناش ندارن الا دو ستونش هنوز براش داره کار میکنه. یکی ستون تبلیغاتیشه، پروپاگانداشه، که درست رادیو تلویزیونش بی آبروی گوش نمی کنن، ولی مثلا تو شبکه های اجتماعی ارتش سایبری فعالیت داره و براش کار میکنه، ولی از نفس خیلی افتاده. اما ستون سرکوبش رو به درستی میگید. این حکومت روی الان بیش از همه رو ستون سرکوبش استاده، اطلاعاتش و سیستم. بله بله، ستون سرکوبش متشکل بله. از نزدیک 170-180 هزار اطلاعاتی که بزرگتریناش اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعاتن، با 15 تا سازمان دیگه که اون دفتر حفاظت کل اطلاعات بیت هم اینا رو مثلا با هم هماهنگ، و بعدم یک لشکر از سپاه و بسیج و نمیدونم یگانه ویژه نیروی انتظامی و غیره و غیره. اما آقای فلاحی، به همین دلیلم مبارزین، فعالینی که در ایران هستن، فعالین میدانی، به درستی هدف گرفتن به موازات اعتراض خیابانی که الان به شکل برق‌آسا و سریع میکنن، درس گرفتن از سرکوبا و آدمکشی‌های حکومت، نمیذارن برسه به اونجا که اصلا بکشن بکشنشون، و به موازات اعتصابات که واقعا درود به بچه های بخش نفت که بیشتر 100 هزار کارگر رو بیشتر از یه ماه و خوردهش رو اعتصاب نگه داشتن و در به در حکومت دنبال سازمانده ها و فعالیتش میگرده. این بچه هم درس گرفتن از این که امثال اسماعیل بخشی ها، عظیم زاده و اینا رو وقتی حکومت میشناسه میگیره، سرکوب میکنه، زندان میکنه. بنابراین چهره های جنبش کارگری سر جاش محترم و سمبول های جنبش کارگری، ولی همونطور که شما هم گفتید غیر از سازماندهی های علنی تجمعات، اون فعالین به خوبی تونستن اصول مخفی کاری رو رعایت کنن و اعتصاب رو زنده نگه دارن. ولی به موازات این دو ستون، ستون سوم هم در دستور مبارزه این قرار داره. الان که صحبت میکنیم ببینید تو همین اعتراضات اخیر که نقطه عطفش از خوزستان، یعنی از بعد از انتخابات شروع شد و از خوزستان در واقع جرقه زده شد، همه کشور یه دور انجام دادن، مجموعاً بیش از 500 شهر کشور به نوعی توش اعتراض اتفاق افتاد. گستره جغرافیایی رو میخوام عرض کنم، اتفاقاً این بار بیشتر از اطراف به مرکز رسید، ضمنی که تهران و شهرک و اطرافش و کرج هم درگیر بودن، شهرهای بزرگی مثل مشهد و اصفهان هم به میدون اومدن. ولی به موازات این در دست کم بیش از 170-180 مورد، من اینایی که میگم
به کمک روزنامه نگارانی جمع‌آوری شده که واقعا به دقت دارن این حوادث در ایران ضبط میکنن از همه جای شبکه‌ای که بچه‌های روزنامه نگار دارن. موارد داشتیم که با بسیجی‌ها درگیر شدن. الان یکی از دستورالعمل‌های بسیار خوبی که این شبکه‌های محله‌ای دارن میکنن بایکوت بسیجی‌ها. بسیج رو حکومت درست کرده برای اینکه توی هر محله باشن، بس مردم شاخشونه بکشن، مردم بترسن، ضمن اینکه هر پایگاه بسیج هم 8 تا مخبر و جاسوس هم توش هست. اما به همین دلیل هم دم چک مردم هم فشار روانی روشون آوردن. کاسب محل بهشون جنس نمیفروشه. مورد داشتیم مثلا در نازی‌آباد این اتفاق افتاده، بعد بسیجی گردن کلفتی که کرده نیروی انتظامی آورده، مردم پشت کاسب در اومدن اونو گشتن فرار کردن. یا اینقدر فشار روانی آوردن بعضی خانواده‌ها که بچه‌شون داوطلب بسیجی بوده، نه کادر بسیجی که پول بگیره، بهش گفتن دیگه نرو مثلا و منع کردن. یا همین انتخابات اخیر 300 نقطه وزارت اطلاعات برنامه ریخته بود تو محله‌ها تریبون آزاد بذاره، یه خود شور ایجاد کنه، بلکه چون دانشگاه هم تعطیل بود قبلا اینو به دانشگاه هم می‌کردن. و در تمام موارد دیده شد مردم رفتن تا خود رهبری رو شستن گذاشتن کنار. قرار بود مثلا بسیجی محل یا حتی آدم که از اطلاعات یواشکی میفرستادن برن جوری جواب بدن، یک مورد نرفتن بکنن. بله، من نمیدونم اون تریبون آزادی که گذاشتن، البته در فضای مجازی خیلی وسیع پخش شد، نمیدونم خود صدا و سیماشون پخش کرد یا نکرد. نه جرئت نکردن خیلی جاش آقای فلاحتی، برای اینکه من یکی از دوستانم اتفاقا اینو از نزدیک تو ایران دنبال میکرد، میگفت من چون دستش هم میرسید میگفت تو جلسه بعدش رفتم یه آخوندی اومده بود که آقا چی شد چرا نمیریم دفاع کنیم. خب یکی از همین بچه‌ها برگشت گفت حاج آقا حرف حساب که جواب نداره که، ما بریم چی بگه. یا یکی دیگه دوستای من تو وسط شهر زندگی میکنه دور بر سرخاندان، میگفت اصلا اونم میرفت نگاه میکرد فقط گزارش در میورد، میگو یه جاهایی هم جرأت نمی‌کردن برن حرف بزنن. بنابراین آره دیگه، این ببینید این ماشین سرکوب آقای خامنه‌ای فکر میکنه. یه بار به هاشمی گفته بود که هاشمی سالها قبل از هاشمی شنیدم گفته بود که هاشمی بهش گفته آخه این راهی که شما میری باید سرکوب کنی، گفته بود آره ولی سرکوب جواب میده. او تصور میکنه این ماشین سرکوبش تا قیامت براش آدم میکشه. این رو نمیفهمه که اولا مبارزین هم برنامه دارن برای ستون سوم و این ریزش از حکومت هر وقت به ماشین سرکوبش برسه کار حکومت تموم. ثانیاً این ماشین سرکوب تو همین آبان 98 که به گفته رویترز 1500 نفر به آمار پزشکی قانونی 2236 نفر اینا ظرف 3 روز تو خیابونا کشتن، منتها عدداشو اعلام نمیکنن. همون موقع بیشتر از 120 چند نفر از کادر سپاه، بسیج و نیروی انتظامی تمرد کردن، ناچار شدن به دست قاسم سلیمانی قاتل برن هشت و شبی بردارن بیاد. و الان هم در خوزستان 500 هشت و شبی یواشکی آوردن برای که بچه های بسیجی و محله نمیتونن روشون حساب کنن. ببینین آقای سازگار، 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم تا پایان برنامه، من عرض کنم خدمتتون، خب حرف هم حرف حسابم زیاد. ببینید یکی از نکاتی که شما چون به مخصوصا حرکت‌های کارگری اشاره کردین، خواهش می‌کنم خود فشرده‌تر و مشخص‌تر پاسخ بفرمایید که من دو تا سوال بتونم ازتون بکنم. یکیش این است که ببینین طبق آماری که خودشون میدن 96% کارگرها قرارداد موقتن و این فقط کارگرها نیستن، میدونید توی معلمان همیشه جنگ و دعوا بوده سر همین ماجرای قرارداد موقتی و رسمی نکردن و اینها. خب وقتی که اینجوریه آیا اصلا شکل گیری، فرض کنیم ما لایه لایه میخوام بگم، آیا شکل گیری حرکت‌های منسجم کارگری در چنین شرایطی امکان پذیر هست که تداوم پیدا بکنه؟ بله امکان پذیره، درست به همین دلیلی که همین کارگرای پیمانی الان تشکل دادن به خودشون. خب چقدر میتونه ادامه پیدا کنه؟ میدونین وقتی قرارداد سپاه هست دیگه، منی که تو این مجمع عمومی دارم شرکت میکنم و صبح رفتم کارت زدم و اومدم اعتصاب کردم، دیگه کارت نمیتونم بزنم مثلا، من دیگه کارگر نیستم، من جز رفتم جز ارتش بیکارو. آقای فلاحتی ببینید حکومتم که نمیتونه صبح 100,000 کارگر بگه برین، جوشکار متخصص هست، راننده بلدوزر متخصص هست، تخصصهای مهم، از آسمون که نمیتونه آدم بیاره جایی نبذاره. اتفاقا در پالایشگاه تهران سعی کردن 700 نفر رو گفتن دیگه قراردادتون تمدید میکنم، بعد پیش موندن، یعنی که آدم ندارن جاش بذارن.
ضمن این که یعنی اینطور هم دست حکومت باز نیست فکر کنید که همه رو بیرون میکنی یه دیگر برم داره میاره سر سما. بنابراین کارش لنگ میمونه. خب البته اینو عرض کنم توی احتساب نفت یه اتفاقی که این فعالین روش حساب کرده بودن، کارگرای رسمی بودن که قرار بود بپیوندن از 8 و 9 تیر ماه، اونجا الان کشفکته رسمی ها اگر اضافه بشن وقت کارو میخوابونن زمین، ولی فعلا داره ادامه پیدا میکنه. حالا دیگه وارد ریزش ببینید، یک سوال اون وقت کلیدی که در واقع شاید مفهوم جنبندی هم داشته باشه این است که آیا حرکت‌های اعتراضی مردم با اون سه شرطی که شما فرمودین برای تجربه جهانی در همین دهه‌های اخیر هم ثابت شده است، یعنی حرکت اعتراضی خیابانی، اعتصاب‌ها و ریزش از بدنه حکومت، این سه شرطی که باید داشته باشه تا بتونه وضع موجود رو به طور ریشه‌ای تغییر بده، آیا شرایط کنونی اعتراض‌های خیابانی چنین ظرفیتی رو داره که در واقع اون دوتا رو سبب ساز به وجود آمدن اون دو شرط دیگه بشه؟ به تنهایی نه، به تنهایی اعتراضات خیابانی الان کاری که فعالین میکنن آتیشو دارن گله گله روشن میکنن تا بزرگتر بشه و مبارزه یه خود پا بخوره. به تنهایی این اعتراضات نمیتونه بخش عدم همکاری ها و اعتصابات و ریزش از حکومت رو شکل بده، ولی زمین ساز خیلی مهم میشه. و همینجا آقای فلاحتی اون سوال کلیدی شما رو هم من در همین فرصت عرض کنم، چون خیلی یه دقیقه میگن رهبری، آی رهبر. نه ببینید، اولا جنبش ها الزاماً یه رهبر و یه رهبر کاریزماتیک و اینا نداره. جنبش های بزرگی داشتیم که مثلا ائتلافی از سه گروه اجتماعی اومدن در رهبریش قرار گرفتن، مثل شیلی فرض کنید، یا یه جنبش دانشجویی اومده 17 تا حزب و کمک کرد متحد بشن در صربستان یا هر جایی به شکلی، یا حتی در دانمارک علیه فاشیستا اصلا مخفی بود. این رهبری در جریان عمل شکل میگیره، رهبر خودخوانده نداریم یکی بشینه فکر کنه بله من الان گاندی شدم نه. این اتفاقا من عرض کنم از بچه هایی که در محله ها گروه های مقاومت منطقه‌ای و محله‌ای درست کردن، من با نمیگم با همشون ارتباط دارم، با دو سه تاشون برخورد، چقدر دانان، چقدر بچه های فهمیده هم. این در یه پروسه مبارزاتی داره شکل میگیره و تأثیر خودش هم میذاره. شما از نقش رسانه، نقش جدن میگم، نمیخوام هندونه زیادی زیر بغلتون بگذارم، ولی واقعا نقش رسانه های جمعی مثل تلویزیون و رسانه های اجتماعی مثل شبکه اجتماعی غافل نشید، 40-50% میتونه مسیر رو تسهیل بکنه. بسیار بسیار سپاسگزارم آقای محسن سازگارا که در خدمتتون بودیم. ممنون از شما.